علی جان، مولا علی جان، مولا علی جان، مولا علی جان، مولا علی جان. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت سوم، کنار برکه غدیر. یعنی ما از مدینه حرکت کردیم، برگشتیم به غدیر، حالا رسیدن کنار برکه. من عنوانش رو بنویسم در کنار برکه غدیر. اینم در 12 قسمت. مطلب اول این که از زمانی که از مکه حرکت کردن، یعنی شب 15، 4 شب توی راه بودن تا رسیدن کنار برکه غدیر. مطلب دوم این که وقتی به کنار منطقه غدیر و برکه غدیر رسیدن، آقا رسول الله بین 120 هزار نفر که روی شترها و احیانا قاطرها و حیوانات سوار بودن، فرستادن منادی ندا کنه. همه به مقصد رسیدیم و همه باید در این منطقه که الان نامش غدیره و بهش رسیدیم توقف کنن. حتی اونایی که جلوتر رفتن باید برگردن، اونایی که عقبتر موندن بدونن که به محل رسیدیم. مطلب سوم این که با این دستور آقا رسول الله نه فقط همه مرکب ها متوقف شدن، بلکه مأمورانی مواظبت کردن از احیانا توطئه‌گرانی که میخواستن پیشاپیش برن و عدم حضورشون رو با این ندانمکاری جلوه بدن. نه، همه رو در واقع سوق دادن به سمت بیابان غدیر. که در اینجا باز این نکته رو باید توجه داشته باشیم که شکل بیابان غدیر رو تو ذهنمون تصور کردن در تصویر خطابه پیغمبر بسیار مؤثره. مطلب چهارم این که گرما به اندازه شدید بود در اون روز و در اون ایام که به صراحت تاریخ آقا رسول الله و اکثر مردم این عبایی که مثلا حالا به هر شکلی داشتن، یه مقدارش رو سرشون گذاشته بودن که آفتاب نتابه، یه مقدار زیر پاشون که همینقدر که گرما از زمین به پاشون نزنه، دیگه بقیه بدن رو از نظر اینکه مواظب آفتاب باشن چیزی نداشتن که بتونن محافظت بکنن. اینم از نظر حالا گرما. مطلب دیگه این بود که من قبل از اینکه این دنباله رو عرض کنم، این ترسیمی از سرزمین غدیر رو برای شما داشته باشم که تصور خوبی بتونید از مطلب داشته باشید. حالا ما همین اندازه از این تخته رو برامون کافیه برای ترسیم غدیر. با توجه به اینکه مکه اینجاست و با توجه به اینکه غدیر اینجاست و مدینه اینجا، بیابان غدیر و موقعیت غدیر، اگر ما اینجا رو جاده حساب کنیم، یه مقداری متمایل از جاده بود، یعنی سر راه نبود. به اندازه مثلا یه 2-3 کیلومتر باید می اومدن به سمت راست جاده. الان هم البته همین موقعیته. از اون طرف بیابان غدیر از نظر شکلش یه همچین موقعیتی بود، چرا که اینجا دریای سرخه که الان هم هست. اینجا مثل شمال ما یه رشته کوهی جلوی، در واقع کوه البرز که جلوی دریای مازندران چیده شده و این ابرها بلند میشه، دوباره بارون میشه، بر میگرده به سمت دریا. یه رشته کوهی از مکه تا اینجا، یعنی تا خود غدیر. همینطور مثل دیوار جلوی بخارات دریای سرخ هست. طبعاً این بخارات دریا بر میخوره به این کوها، سیل را میفته و سیل دوباره بر میگرده سمت دریای سرخ.
این مسئله طبیعی یک مسیلهایی رو، مسیر نها، مسیل یعنی محل عبور سیل، ایجاد کرده که اینجا رو بهش میگن عصفان، وادی عصفان. عربی به مسیل میگن وادی، یعنی جایی رو که سیل خودش وا میکنه میاد جلو، اصطلاحاً میگن وادی. از مکه که میایید بیرون وادی عصفان، بعد میرسه وادی قدید، حالا اسمای اینا خیلی مهم نیست، تا میرسه به وادی قدیر. وادی قدیر یک بیابان مسطح صاف که سیل خودش ایجاد کرده، بارونهای اینجا رو برمیداره میرزه توی دریای سرخ، در نتیجه یک بیابان صاف و مسطح و آماده برای سخنرانی پیغمبر. یعنی این انتخاب بر این اساس بود که این وادی ها همش از قدیر کوچکتر بود. اینجا بود که 120 هزار نفر میتونستن در جا به جای اینجا بشینن و خطیب و گوینده رو یعنی پیغمبر رو ببینن. یک مطلب بعدی، برکه قدیر اینجا بود، یعنی سمت چی؟ مکه. من خیلی اینور کشیدم و یعنی معادل مکه میشه، به سمت مکه. برکه‌ای که سیل وقتی رد میشد این آب توی این دریاچه مصنوعی به زبون ما باقی میموند، اینجا برکه قدیر بود. پیامبر دستور دادن و جلوی این برکه 5 درخت کهنسال، مثل درخت چنار ما، حالا جنسش چنار نبود ولی شباهتن که سمور بهش میگن، ولی مهم نیست، به شکل درخت چنار ما 5 درخت کهنسال اینجا کنار هم به برکت اون آب در اومده بود که این درخت ها تو هیچ کدوم اینا نیست، چون آب اینا معمولا 1 ماه 2 ماه 3 ماه میمونه و خوش میشه و استفاده میشه تموم میشه، ولی هیچ برکه‌ای به این بزرگی نبود. در نتیجه از اینجا منحرف شدن به سمت وادی قدیر. با ورود به اینجا در جا تا جای این بیابون منتشر شدن مردم، هر کسی یه خیمه‌ای به پا کرد، به قول ما یه پتوی انداخت، یه فرشی انداخت، نشستن. که روز دوشنبه 18 ذی‌الحجة الحرام، 2 قبل از ظهر، این زمان رسیدن قافله پیغمبر به منطقه قدیر. خب این ترسیم اگه تو خوب در نظر داشته باشین، اگر بخوان نماز جماعت بخونن، طبعا البته اینجا رو نبینین، فکر کنید که این بیابون همش هم اینجاست، رو به اینجا میشه، یعنی قبله میشه رو به اون سمت، رو به برکه، رو به درختا. آقا رسول الله اینجا رو، یعنی زیر این دوتا درخت وسطی رو، برای سخنرانی انتخاب کردن، برای منبر انتخاب کردن و جمعیت همه به عنوان صف نماز جماعت نشستن که وقتی پیغمبر همینجا نماز خوند، رفت بالای منبر، دیگه مردم از جاشون تکون نمیخورن، همون طوری که نشسته بودن برای نماز جماعت، پیغمبر هم میره بالا روبروی مردم. دیگه از این قشنگتر تو وسط بیابون هیچ احدی نمیتونه برنامه ریزی کنه که 120 هزار انسان رو یه نفر وسط بیابون به این منظمی بشونه. تا اینجا حالا من بعضی مطالب رو ترکیبی گفتم، مطلب چهارم رو گرمای اونجا گفتیم، مطلب پنجم این بود که پیغمبر دستور دادن هیچ کس حق نداره زیر این 5 درخت بره و خیمه و بساطش رو پهن کنه، اینجا باید خالی بمونه. چرا؟ چون میخواستن منبر رو اینجا به عنوان جایگاه به قول ما درست کنن. مطلب ششم این که برای این منبر پیغمبر امین‌ترین اصحابشون رو انتخاب کردن، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار، فرمودن هیچ احدی تو این کار دخالت نکنه غیر این 4 چه کار کنن؟ بیان زیر درختان رو اولا تمیز کنن از سنگ‌های درشت، احیانا شاخه‌های شکسته، و بالاخره صاف کنن. دوم از سنگ‌ها منبری بسازن به بلندی قامت پیغمبر، یعنی قد پیغمبر چه اندازه بود، بلندی منبر این اندازه باشه. چجوری بسازن این منبر رو؟ دقیقاً زیر درختا، یعنی به قول امروزی‌ها شما الان می‌بینید اینجا یه سنی درست کردن که بنده با شما دارم صحبت می‌کنم. در اون زمان
در واقع زیباترین شکلی که میشد وسط بیابون یه کسی یک جایگاه سخنرانی درست کنه، آقا رسول الله خودش دستورشو دادن که چجور؟ فرمودن این 5 تا درخت رو بین 2 تا از درختای وسط، منبر رو دقیقا زیر درخت بسازن. از سنگ وقتی ساختن، خب سنگ بالا پایین داره، پست و بلندی داره، روی سنگ هم راحت بالا نمیشه رفت و همین که از نظر نما و منظره قشنگ نیست. دستور دادن از جهاز شتران، خیلی ها جهاز رو با این چیزی که به عنوان زین روی اسب میذارن اشتباه میگیرن. شتر چون کمرش به هر حال بلندی داره و نمیشه روی کمر شتر نشست، کجاوه رو که روی شتر میگذارن دور کمر شتر رو با مثلا به زبون ما دوشک، یه چند تا دوشک پر میکنن که صاف بشه. اینا رو میگن جهاز شتر، یعنی چیزای شبیه دوشک نرم مثل پتو. پیغمبر فرمودن از جهاز شترانتون بیارید که ما روی این سنگهای منبر بیاندازیم که نرم بشه و اون کج و کولگی و ناصافی سنگها جبران بشه. پس این هم اشتباه نشه در تصور. آخرش هم فرمودن یه پارچه سبزی رو سر تا سر منبر روی این در واقع جهاز شتر کشیدن که یه منظره خیلی قشنگی زیر این درختان سبز جلوی چشم مردم باشه، یعنی یه سن درست کردن. فرمودن بالای این دوتا درخت وسط یه پارچه بزرگی رو که از این طرف به این درخت‌ها گره بزنن و شاخه‌هاش، از این طرف به این درخت‌ها یه سایبانی بالای سر حضرت پیغمبر باشه که اون بالا وقتی صحبت می‌کنه هم زیبا باشه، هم خب بالاخره سخنران کمی راحت‌تر باشه در صحبت. اینم یک مطلب. با این اتفاق و با این شکلی که عرض کردیم در واقع 2 عنوان دیگه از این منبر رو گفتیم. مطلب دیگر این که در این منظره‌ای که پیغمبر درست کردن در حجۃ الوداع از خانم‌ها عده بسیاری شرکت داشتن. خیلی از مردم با خانواده‌هاشون اومده بودن. اصلا خیلی‌ها زن‌ها اومده بودن، مرداشون نیومده بودن. بنابراین یه عدد بسیار زیادی از این جمعیت بانوان بودن که توی قدیر شرکت کردن. آقا رسول الله یک قسمتی از این بیابون رو و مقابل منبر رو اختصاص به زنها دادن که حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها شرکت داشتن، تمام همسران پیغمبر توی این مراسم شرکت داشتن و حالا بانوان بسیاری هم هستن که تو تاریخ اسمشون اصلا گفته نشده، یا اونایی که گفته شده مثل خواهر امیرالمؤمنین ام هانی و اسماء بنت امیس، و حالا لزومی نداره ما همه اسمها رو در اینجا ذکر کنیم. پس یک مسئله هم حضور زنها در کنار در مقابل منبر پیغمبر. مطلب دیگه مسئله هنگام ظهر شد. 2 ساعت قبل از ظهر این برنامه ها رو انجام دادن. موقع ظهر که شد بلال منادی پیغمبر بود، اذان نماز ظهر رو گفت و همه رو به نماز جماعت دعوت کرد. طبعا جلوی این جایگاه مقابل این درخت ها و مقابل برکه رو به مکه مردم صف کشیدن، صفهای عظیم جماعت که اگر دقت داشته باشین این صفها به عرض بیابون بود نه به طول بیابون، یعنی اکثر نماش به عرض بود، یعنی طول صفها خیلی بود تا تعداد صفها، به خاطر اینکه شکل وقوعش به سمت مکه طبعا اینجوری بود و نمیتونست جور دیگه اتفاق بیفته. خب پس مسئله بعدی اعلان نماز جماعت بود که بر این فاصله انجام شد. 2 تا مطلب دیگه و این قسمت تمام میشه. یکی این که وقتی نماز تموم شد آقا رسول الله از توی سجاده به قول ما بلند شدن، رفتن بالای منبر و روی آخرین پله منبر ایستادن، در حالی که هیچ کس سابقه نداشت، نه فقط پیغمبر، در طول تاریخ کسی روی منبر بایسته. روی منبر معمولا می نشینن و حرف می زنن و خود پیغمبر ما هم تو مدینه اون منبری که تو مسجدشون داشتن همیشه روش میشستن. حتی یک بار هم پیغمبر روی به اصطلاح منبر خودشون
نایستادن، تو قدیر رفتن بالای منبر و ایستادن رو به جمعیت. مطلب آخر فرمودن علی جان حالا تو از منبر بیا بالا، و مردم شاهد بودن. امیر المؤمنین پله های منبر رو طی کرد، یک پله پایین تر از پیغمبر، متیامنن عن وجه رسول الله، یعنی یه مقداری مایل از سمت راستشون به سمت صورت پیغمبر که احترام پیغمبر رو حفظ کنن. حالا 120,000 جمعیت برای اولین بار و آخرین بار تاریخ دو نفر رو بالای منبر می دیدن، دو نفر ایستاده بر فراز منبر می دیدن، و این منظره از یاد نرفتنی و ابهت انگیز جا داشت که برای همیشه تاریخ توی اذهان همه باقی بمونه. آماده ایم برای شنیدن خطبه پیغمبر.